سلام، من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با آمفتامین ها با شما صحبت بکنم. آمفتامین ها گروهی از مواد ترکیبی یا مصنوعی هستند که بیشتر به صورت محرک یا استیمولانت دستگاه عصبی مرکزی عمل میکنند. انواع معمولی اونها عبارتند از خود آمفتامین، بنزدرین، دکسترو آمفتامین با مارک تجاری دکسدرین و متامفتامین که در ایران به شیشه معروفه. اینا مواد بسیار اعتیاد آوری هستند که بیشتر برای ایجاد احساس انرژی، اعتماد به نفس و کاهش خستگی و بی‌حوصلگی مصرف میشن. این مواد در سالهای 1920 به صورت داروهای استنشاقی اختراع شدند تا به تنفس کمک کنند، اما بعدها برای کنترل اشتها و مبارزه با احساس بی‌حوصلگی و افسردگی به کار گرفته شدند. مصرف مقدار اندک آمفتامین باعث میشه که فرد هوشیاری، اعتماد به نفس و انرژی زیادی احساس بکنه. آمفتامین ها به انسجام حرکتی کمک میکنن، اما برخلاف باور عمومی در مهارت های هوشی تأثیری ندارن. همچنین آمفتامین ها چند اثر فیزیکی دارن، مثل افزایش فشار خون و ضربان قلب، اما سمپتوم هایی مثل سردرد، تب، لرزش و تهوع رو هم موجب میشن. آمفتامین ها باعث میشن که نوروترانسمیتر های نوراپینفرین و دوپامین آزاد بشن و همزمان از بازجذب اونها جلوگیری به عمل میارن. مصرف زیاد آمفتامین و در نتیجه افزایش مقدار دوپامین و نوراپینفرین میتونه به دیلوژن ها و هالوسینیشن ها منجر بشه. آمفتامین ها معمولا به صورت قرص یا کپسول مصرف میشن، ولی متامفتامین رو با تزریق درون رگی یا بالا کشیدن از بینی هم میشه مصرف کرد. متامفتامین به صورت کریستال های شفاف و شبیه به شیشه هست و به همین علت به اون شیشه یا گلس هم میگن. اعتیاد به متامفتامین خیلی سریع ایجاد میشه. با مصرف مقادیر بالا و در طول پرهیز انواع سمپتوم های منفی به وجود میاد، مثل استراب پارانویدی، تحریک پذیری، سردرگمی و بیقراری. شیشه ابتدا در محافل هموسکشوال ها رواج یافت، اما امروزه در کل جامعه پخش شده. اگه در رابطه با شیوع مصرف آمفتامین ها بخوایم حرف بزنیم، باید بگیم که در اروپا نظرسنجی سال 2011 نشون داد که شیوع 12 ماهه آمفتامین در بزرگسالان حدود 1.1%، یعنی 1.1% افراد بالای 18 سال در یک سال قبل از نظرسنجی یک بار این ماده رو مصرف کردند. و نرخ شیوع تمام عمری، یعنی تعداد کسانی که حداقل یک بار در عمرشون این ماده رو مصرف کردن، به طور متوسط 5%. بیشترین مقادیر مصرف در گروه سنی 26 تا 34 سال دیده میشه که حدوداً 6%. بالاترین آمار متعلق به بریتانیا است، 14.3%. سازمان بهداشت جهانی تخمین میزنه که در دنیا حدود 33 میلیون نفر از مواد محرک از نوع آمفتامین استفاده میکنن. آمفتامین و مواد مربوط به اون حدود 16% اعتیاد مردم دنیا به مواد مخدر رو تشکیل میده. و اما اعتیاد به آمفتامین و شیشه. هرچند اثر آمفتامین طولانی مدت تر از آثار سایر مواد استیمولانت محرک از جمله کوکائینه، سندروم تحمل در مقابل اون به سرعت به وجود میاد و برای رسیدن به اثر مشابه قبلی باید دوزهای بیشتری مصرف بشه. وقتی مقدار استفاده به دوزهای بالا میرسه، آثار تحریکی آمفتامین هم با سمپتومهای روانی شدید ولی موقت مثل استراب، پارانوا و دوره‌های سایکوز یا روانپریشی همراه میشه، یعنی با سمپتوم هایی که به سمپتوم های اسکیزوفرنی شباهت داره. کسانی که به متامفتامین معتاد هستند، اون رو معمولا چند روز پشت سر هم مصرف میکنن که در نتیجه اون احساس نشگی مداوم دست میده و در این مدت چیزی نمیخورن و نمیخوابن. بعد از این دوره چند روز متوالی افسردگی و خستگی شدید از راه میرسه و این روند دوباره شروع میشه. معتادان با آمفتامین وقتی این گونه عمل میکنن، غیر قابل پیشبینی، مضطرب، پارانوید و پرخاشگر میشن و ممکنه برای خود یا دیگران خطرناک باشن. افراد معتاد با آمفتامین از انجام دادن وظایف عادی مربوط به خانواده و شغل خود غافل میشن.
و هرچند میدونن که مصرف ماده برای خانواده و خودشون در محل کار مشکل ایجاد میکنه، باز هم به مصرف اون ادامه میدن. مسمومیت آمفتامین معمولا با نشیگی آغاز میشه و متعاقب اون احساس شادی زیاد از حد، انرژی بالا، علاقه به حرف زدن و افزایش هوشیاری دست میده. اما به همون اندازه هم احتمال بروز رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری، خشم، پرخاشگری فیزیکی، ناتوانی در قضاوت صحیح وجود داره. سمپتوم های مسمومیت عبارتند از باز شدن مردمک چشم، تعریق یا لرزش از احساس سرما، تهوع یا استفراغ، درد سینه و در موارد مفرط، تشنج و کما. سمپتوم های پرهیز ممکنه در عرض چند ساعت یا چند روز بعد از توقف ارادی یا اجباری مصرف آمفتامین رخ بده و با افسردگی، خستگی شدید، رویاهای بسیار پرماجرا و ناراحت کننده، بیخوابی و احساس بیقراری همراه باشه. مشکلات اعتیاد به آمفتامین رو هم بذارید با هم دیگه بررسی بکنیم. آزمایش انسان‌ها و حیوانات نشون میده که استفاده مرتب از آمفتامین‌ها، به ویژه متامفتامین یا همون شیشه، میتونه به دستگاه عصبی مرکزی صدمات همیشگی وارد بکنه. استفاده بلند مدت از شیشه باعث متوقف شدن تولید نوروترانسمیتر دوپامین در کورتکس اوربیتو فرانتال میشه و این موضوع میتونه در تداوم اعتیاد نقش داشته باشه. برای مثال کورتکس اوربیتو فرانتال با رفتار اجباری یا کامپالسیو و با مقاومت در برابر خاموشی یا اکستینکشن، در واقع خاموشی یا اکستینکشن رفتار، حتی به هنگام توقف پاداش ها یا محرک های تقویت کننده ارتباط داره. شاید به همین دلیله که معتادان میگن وقتی مصرف ماده‌ای مثل آمفتامین رو شروع میکنن دیگه نمیتونن اون رو کنار بذارن، حتی زمانی که اون ماده دیگه لذت بخش نیست.